سلام علی هاشمی هستم به کلاس ما بینایت خوش اومدید در این ویدیوی کوتاه قرار با هم دیگه بریم سراغ حل تست شماره 144 در کنکور تجربی 1400 و یه سال فوق زیبا از مشتق ترکیب و با هم بررسی کنیم گفته اگر که این دوتا برقرار باشن مشتق اف چی میشه آقا مشتق اف میشه جه پرین در اف پس در قدم اول شما به جه پرین و اف احتیاج داری ببین ژ و چه جوری می میگم ژ در حقیقت بوده x2 منهای یک به توان منهای یک سوم اگر از این جناب مشتق بگیرم توان میاد پشت میشه منهای یک سوم x2 منهای یک از توانش یه دونه کم کنم میشه منهای چهار سوم در مشتق داخل که میشه دو x. حالا به جای x های این میخوام 3 به روی رادیکال 8 رو جایگزین کنم پس ج برابر خواهد بود با منفی یک سوم در ببین اینجا بذارم 3 به روی رادیکال 8 به توان 2 میشه 9 هشتم 9 هشتم منهای یک میشه یه هشتم چون توان منفی داشتم یک هشتم به توان منفی یعنی هشت تو هشت به توان چار سوم رو میخوایی جا واسهت بنویسم هشت به توان چار سوم یعنی اول از این هشته جز بگیر هشت میشه دو به توان سه دیگه سه با سه میخوره میشه دو به توان چار یعنی شونزده جوکه ها یعنی اصلا سخت نیست این بشه شونزده ضرب در بعدی هم بشه و دو در رادیکال سه هشتم چرا من این رنگم رو عوض کردم قشنگ نیست اینجوری دیگه اما رنگ خودش بنویسم آقا چه بعد چی شد؟ شد 16 ضرب در 2 ایکسش هم که بوده رادیکال 3 3 اوز میخوام بروی رادیکال 8 اینجا هم 3 ضرب در 3 بروی رادیکال 8 خب این برابر خواهد بود با ببین 3 صورت با 3 مخرج ساده میشه یعنی عملا شما داری منفی 32 بروی رادیکال 8 که گویا کنی میشه منفی 8 رادیکال 2 این که شد از جناب جپری حالا افپرین میخوام حساب کنم افپرین عبارت دارای توانه اول توانه بیارم پشت از توانی که کم کنم میشه x جزء صحیح x2 به علاوه یک دوم دو قبول توان یکی کمتر در مشتق داخل پرانتز مشتق x میشود شود یک جزء صحیح x2 به علاوه یک دوم دو میمونه به علاوه مشتق جزء سهی که میشه صفر حالا ببین من نیاز دارم به افرین ژ یعنی باید مقدار ژ رو حساب کنم توی نقطه سه بر روی رادیکال هشت پس باید بیام اینجا بذارمش سه بر روی رادیکال به توان میشه 9 هشتم نو هشتم منهای یک میشه یه هشتم یه هشتم ریشه سومش میشه یه دوم یک به روی دوم هم که میشه دو چه باحال حالا برام سراغ جایگزینی بگم آقا جواب من برابر خواهد بود با جپرین که شد منفی 8 رادیکال دو این جناب f هم اگه بیام به جای x هاش دو بذارم میشه دو در اینجا رو ببین اینجا دو به تابعه میشه چار 4 به علاوه دوم جوسه همون چاره چهار زب در این دو پشتم که می شود هشت زب در هم که باز دوباره چهار خورده ایه که جواب جز جو سهیش می چهار دوباره دو زب در چهار هم که هشت می شود. پس این شد شست و چهارت قبوله حالا بیام بگم این بند خدا ضرب در شست و چهارت حالا شست و چهار زرب در منفی هشت رادیکال دو خودش گفته چند برابر اینه خب اولا با توجه به اینکه من جواب منفی دارم منفی با منفی که خدافس رادیکال دو با رادیکال دو هم خدافس 128 دو با این 64 و 8 ساده کنم فقط واسم یه چهار باقی میمونه پس جواب صحیح گزینه چهار خواهد بود سال خوشگلی بود مرسی